این نشان دهنده یه خطر بزرگه. جلوگیری میکنید با رعایت این موارد پیشگیرانه از هدر رفت سرمایه خودت. یکی از دلایل ایجاد ترک هستش که باید درست انجام بدید. فکر نکنید این دستگاه خیلی دستگاه قویه، بر هرچی دوست دارید فشار بیارید. اگه توی کارگاهتون از دستگاه اره نواری یا اره فلکه استفاده میکنید، احتمالاً ایجاد ترک توی تیغه رو دیده باشید، یا مشکلیه که توی کارگاه های دیگه دیدید و معمولاً همیشه یه صدای تق 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 تقی در زمان کار با اره فلکه به گوشتون میرسه که این نشان دهنده یه خطر بزرگه. سلام و عرض ارادت، من خرمی هستم و اینجا استودیو آیچوبه. تو این ویدیو میخوایم در مورد دلایل ایجاد ترک توی تیغه های اره نواری با هم دیگه صحبت کنیم. مشکلیه که یا الان باش دست و پنجه نرم میکنید، یا اینکه اگر این مواردی که میخوام بهتون بگم و رعایت نکنید، در آینده شما هم دچار این مشکل خواهید شد و قاعدتا با این افزایش وحشتناک قیمت ها جلوگیری میکنید با رعایت این موارد پیشگیرانه از هدر رفت سرمایه خودتون. خب بریم دلایل دونه دونه با هم دیگه بررسی کنیم. مقالهش تو وبسایت آیچوب هست، میتونید مقالهش هم اگه دوست داشتید بخونید، ولی من سعی میکنم به صورت ویدئویی توضیح بدم، یه سری جزئیات بیشتری داره. ببین، به صورت کلی تیغه زمانی ترک میگیره که اختلاف دمای زیادی داشته باشه تیغه به نسبت محیطی که در اون دستگاه داره کار میکنه. حالا ببینیم که چه عواملی باعث میشه که اون اختلاف دمایه یا اون تنشه ایجاد بشه و باعث ایجاد ترک بشه. اولین نکته اینه که اصلا شما زمان زیادی با دستگاه دارید کار میکنید. عموما اره فلکه ها هم به در واقع با توجه به نوع ساختاری که دارن، اون تیغه ای که داره، اون کاری که انجام میده، استکاکی که ایجاد میکنه، حرارتی هم تولید میشه. حالا در بخش موتور حرارت داریم، در بخش تصمیم حرارت داریم، یا تاقانای فلکه ها داریم، ولی تو بخش تیغه میخوایم صحبت کنیم. اومدن بررسی کردن، گفتن اگر خیلی از این دستگاه قرار استفاده کنین، هر یک ساعت و نیم تا دو ساعت دستگاه رو خاموش کنید، بذارید نیم ساعت استراحت کنه تا اینکه تیغه خنک بشه. حالا اینکه در زمان خنک شدن تیغه هم چه کاری انجام بدید نکته ایه که باز من در انتهای این ویدیو من دقیق بهتون توضیح میدم که خود فرآیند خنک شدن تیغه یکی از دلایل ایجاد ترک هستش که باید درست انجام بدید. پس این مورد رو مد نظر داشته باشید، اجازه ندید تیغه بیش از حد گرم بشه. نکته بعدی بیش از حد سفت کردن تیغه هستش. شما میدونید همه اره فلک ها یه پیچ تنظیمی داره، شما وقتی این پیچ رو میچرخونید، اره فلک در واقع یکی از فلک هاش که عموما فلک بالا هست متحرکه، این فلک میره به سمت بالا و تیغه رو سفت میکنه. در این حالت دو حالت داره، یا دستگاه شما مدرن به روزه، یه تنش سنج داره که با توجه به عرض تیغه، مثلا اگه 25 میلیمتری باشه، مثلا 10 میلیمتری باشه، 30 میلیمتری باشه، هر عرضی اون تنش رو نشون میده. مثلا میگه اگه 25 این نشانگر باید بیاد اینجا، یه مشخص الان دارید تو تصویر میبینید که به چه صورت. معمولا میان اینجوری مشخص میکنند، واقعا عالیه. یعنی به عنوان کسی که با این عرفلک های معمولی بازار داغون میتونم بگم کار کردم، گرفتاری داره تنظیم و عموما همه دارن شانسی این کار انجام میدن. به جرأت میگم کسی به صورت علمی این کار انجام نده. مثلا شما میاد سفت میکنید میگه خوبه، یه نجار دیگه میاد میگه نه یکم شلتر باشه، یکم سفتر باشه، همه دارن کجدار و مریض ازش استفاده میکنن. ولی تیغه رو بیش از حد سفت نکنید. فکر نکنید هرچی بیشتر فشار بیارید این به نفع دستگاه هست و از عقب و جلو رفتن ناجور تیغه جلوگیری میکنه، در صورتی که اگه تیغه میبینید خیلی منحرف میشه، میتونه عوامل دیگه مثل سیستم هدایت تیغه باشه که باعث خرابش میشه. پس حالا اینم در یه ویدیو مجزا در موردش صحبت میکنیم. تیغه رو بیش از حد سفت نکنید، سفت کردنش باعث ایجاد گرما میشه و گرما باعث ایجاد ترک میشه و این تنش های دمایی. نکته بعدی، فکر نکنید این دستگاه خیلی دستگاه قویه، بر هرچی دوست دارید فشار بیارید به قطعه کار، بعد قطعه کار بخواد خودش ببره به سمت جلو، به سمت تیغه، و برش رو سریعتر انجام بده. توی دستگاهی مثل اره فلک هم شما باید با آرامش این کار انجام بده. شما اگه در واقع اره فلک های افقی، یا بهش اره رام هم میگن، رامبر هم میگن، اگه از اون دستگاه هم دارید استفاده میکنین، سرعت باردهی باید کنترل بشه. باشه دستگاه سه فازه، نمیشه ما تنش زیاد ایجاد کنیم. تنش زیاد دوباره باعث ایجاد تنش مکانیکی و در واقع تنش های دمایی میشه توی خود تیغه و باز باعث ایجاد خرابیش میشه. خرابی یاتاقان ها و لرزش فلکه هم خیلی کم پیش میاد، یعنی خیلی کم پیش میاد یاتاقان فلکه یا عرف فلکه خراب بشه، ولی خب ممکنه این اتفاق باشه. این لرزش ها هم باعث ایجاد تنش تو تیغه میشه. همچنین اگه دوتا فلکه در یک راستا هم نباشن، اینا باعث ایجاد تنش در تیغه میشه. همه این مواردی که خدمت شما عرض میکنم باعث ایجاد تنش در تیغه میشه. حالا مشکلات دیگه ای که کار ناگونی ها میشه و اینا اصلا یه چیز دیگه است، ولی باید این مورد مد نظر داشته باشید. مورد بعد، کثیف بودن خود فلکه ها هست. تیغه
کثیف باشه، فلکه کثیف باشه. ببینید شما در فرآیند کار با عرف فلکه تو دستگاه‌هایی که حتی CNC ان یا PLC، حالا سیستمشون به صورت نیمه اتوماتیکه یا تمام اتوماتیکه، اینا یه سیستم تمیز کننده تیغه دارن، یا تو مثلا ارامبورهای قدیمی یه 20 لیتری گازوئیل یا نفت میذارن اونجا که این قطره بریزه روی تیغه و باعث خنک شدن تیغه و از بین رفتن اون گرد و خاکش میشه، یا تو دستگاه‌های CNC سیستم‌های اتوماتیکی هستن، مثلا یه سری براش‌هایی هستن که باعث میشن مدام تیغه تمیز بشه، اونها هم باعث ایجاد ترک میشه. معمولا توی صنعت چوب تو همین عرف‌فلک‌های داغونی که عموما هممون داریم، میان با یه تیکه فلزی، با یه تیکه چوب چیزی قرار میدن یه 3-4 ثانیه داخل تیغه و شما میبینید که گرد چوب ازش خارج میشه و اصلا دستگاه با صدای کمتری کار میکنه. پیشنهاد میکنم در این جور مواقع از مثلا بانداج دور فلکه هم استفاده کنید که واقعا تنش رو به شدت کم میکنه. نکته بعدی، تو بعضی از دستگاه ها میان با دستکاری موتور و اینها سرعت دستگاه رو زیاد میکنن که خیلی کم من دیدم. من شاید یکی دو مورد دیدم. دوستان این کارو کرده باشن برای اینکه به نتیجه بهتری برسن، ولی خب وقتی سرعت میره بالا تیغه دوباره بیش از حد گرم میشه و خراب میشه و این ترک های ریز به وجود میاد. چپ و راست هم کم باشه، باز این یه مورد دیگه است. همیشه سعی کنید تیغه رو تیز نگه دارید و چپ و راستش استاندارد باشه. تیغه اگه بدون چپ و راست باشه زیاد جون نداره و باز حرارت میره بالا. کیک بک و ضربه ناگهانی به تیغه هم یکی دیگه از مواردی که باعث خراب شدن تیغه عرف‌فلکه میشه. معمولا گاهی اوقات پیش میاد، حالا ما در مورد کیک بک تو دستگاه‌های مختلف صحبت کردیم، ارمیزی صحبت کردیم، فارسی بور، ار دیسکی، ار عمود بور، عموما دستگاه‌هایی که تیغه دارن و چوب باش میبرن و حتی تو فلز کیک بک ممکنه درشون به وجود بیاد و به معنای ایجاد ضربه ناگهانی یا پس زدن قطعه کار هست در زمان کار کردن. شما ممکنه در زمان کار با عرف‌فلکه یه قطعه کاری شل باشه و باعث کیک بک بشه. وقتی یه کیک بک زده میشه و عرف‌فلکه در لحظه قفل میشه، به صدم ثانیه در جای خودش قفل میشه، اون تنش قطعا باعث ایجاد آسیب میشه. حالا تا براشن و در واقع دیفورم شدن تیغه یکی از عوامل در اومدن تیغه میتونه به وجود بیاد و در گام بعد مشکل ایجاد تنش توی تیغه. در مورد جنس تیغه عرف‌فلکه میخوام صحبت بکنم، عموما توی در واقع بازار متاسفانه اجناس فیک هستن. سعی کنید از جاهای خرید کنید که جاهای مطمئنی هستن و حالا تو وبسایت آیچوب ما معرفی کردیم چند نفر رو که مجموعه‌ای هستن که تیغ‌های بسیار با کیفیت رو دارن به بازار عرضه میکنن و واقعا کارشون درسته. میتونید خرید درست داشته باشید و تیغه با کیفیت بخرید و اینکه خیالتون راحت باشه که این تنش ها کمتر باعث ایجاد آسیب توی تیغه ها میشه. در کل بخوام در یک نگاه خدمتتون عرض کنم، سعی کنید حرارت تیغه نره بالا. حالا اگر ما توی در زمان کار با عرف‌فلکه کارمون تموم شد و میخوایم جلوگیری کنیم از این دست اتفاقات، برای اینکه حرارت تیغه رو بیاریم پایین، شما باید زمانی که با دستگاه کار کردید، مثلا یه رو 20 دقیقه، حالا یه رو عدد زیادی نیست، 20 دقیقه، نیم ساعت، یه ساعت با دستگاه کار کردید، باید بعد از خاموش کردن دستگاه پیچ فلکه متحرک رو بچرخونید یا فلکه بالایی رو بچرخونید و فلکه بیاد پایین و تیغه شل بشه، تیغه دیگه در اون حالت کشش نباشه. وقتی تیغه شل باشه، در فرایند از دست دادن حرارت تنش کمتری بهش ایجاد میشه و این ترک ها رو شما نمیبینید. اگر هم روی تیغه شما ترکی میبینید، حتما اون تیغه رو ببرید پیش یک استادی که ماهره و میدونه که چطور تیغه ها رو تیز میکنن و اون معمولا تو هر شهری ارتیزکانی هست. اونا تشخیص میدن که آیا این تیغه صلاحیت و در واقع قابلیت برش استاندارد و ایمن رو داره یا نه، و در صورتی که ایراد داشته باشه اینو خودشون میبرن یه تیکر رو و براتون دوباره جوش میکنن و شما میتونید ازش استفاده کنید. اگه دید اوضاع خیلی بده، حتما برید برای تعویض تیغه. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و امیدوارم که همیشه سالم، ایمن و حرفه‌ای کار کنید. خیلی مخلصم.